دوستای خوبم سلام به کلاس درس امروز ما خوش اومدین. تو ویدیوهای گذشته با اصول پایه یه نظری اعداد آشنا شدیم و ماهیت عددهایی که توی این مبحث باشون سرکار کار داریم و شناختیم. خب طبیعتا قدم بعدی اینه که بیایم اعمال روی این اعداد رو بررسی کنیم و ببینیم که این اعمال چه تأثیری روی این اعداد دارن. خب همونطور که میدونید چهار عمل اصلی که روی اعداد میشه انجام داد همون جمع و تفریق و ضرب و تقسیم هستش. خب بین این چهار تا عمل یکیشون است که با بقیه یه فرقی داره و ما هم یک فصل رو داریم بهش اختصاص میدیم و اون عمل تقسیمه حالا چه چیز خاصی راجع به تقسیم وجود داره که ما به طور خاص اونو بررسیم بررسی میکنیم و بقیه رو به این شدت بررسی نمیکنیم همطور که میدونید جمع و تفریق و ضرب یه خاصیتی دارن که تقسیم نداره و اونم اینه که این سه تا عمل روی مجموعه اعداد صحیح بسته هستند اگه یادتون باشه تو سالهای گذشته خوندیم که مفهوم بسته بودن یک رابطه روی یک مجموعه به چه معنیه به این معنی که اگه دو تا عضو اون مجموعه رو بگیریم اون عمل رو روشون انجام بدیم حاصلش رو هم میشه تو همون مجموعه پیدا کرد پس همونطور هم که میدونید وقتی دو عدد جمع بشن یا تفریق بشن یا ضرب بشن شکی نیست که پاسخش یک عدد صحیح خواهد بود ولی راجع به تقسیم یه هم چیزی نیست مثلا میدونید که حاصل تقسیم 12 و 6 مثلا یه عدد صحیح هست ولی مثلا حاصل تقسیم 12 و 5 یه عدد صحیح نیست و این باعث میشه که تقسیم یه فرقایی با این سه تا عمل دیگه داشته باشه به همین دلیلم هم که ما هستش که ما اینجا جدا بررسیش میکنیم یه چیز دیگه هم اینه که تقسیم پایه خیلی از مباحث دیگه ریاضی هم هست مثلا مفهوم مبنا عددها رو تو مبنای عددهای دیگه نشون دادن یا مثلا مفهوم اعداد اول نمایش اعداد توسط اعداد اول که حالا بعدا بهش میپردازیم تو همین درس باز دوباره از دوباره از مفهوم تقسیم نشأت گرفته یا مثلا مفهوم هم که تو سالهای پیش یه خورده باش آشنا شدیم و تو این درس باز بیشتر باش آشنا میشیم که یه مدل بیان کردن معادله های ریاضی روی اعداد صحیحه باز از مفهوم تقسیم ناشی شده پس میبینید که تقسیم چه عملیات قدرتمندیه توی ریاضی و برای همین هم هست که ما اینجا جداگونه داریم بررسیش میکنیم خب طبق معمول بیایم یه تعریف رسمی ریاضی از تقسیم پذیری ارائه بدیم خب میگه که تقسیم پذیری تعریفش این هست عدد صحیح آ را بر عدد صحیح به مخالف صفر فعلا ب رو مخالف صفر میگیریم تقسیم پذیر یا بخش پذیر میگوییم هرگاه عدد صحیحی مثل کیو پیدا بشه به گونه ای که بتونیم بنویسیم آ مساوی است با ب ضرب در کیو در این صورت می نویسیم ب یه پاره خط کوتاه و بعدش آ و چنین می خوانیم آ بر ب تقسیم پذیر است و یا ب یک شمارنده یا مقسوم علیه آ است یا چیزی که بیشتر میگیم و استفاده میشه این هست که ب آد می کند آ را باز به این معنی که به یک مقسوم لحه آی یا حاصل تقسیم آ بر به یک عدد صحیح هستش به این فرم اینجا خیلی دقت بکنید چون که این داره به شما میگه که هر وقت خواستیم ببینید مفهوم بخش پذیری رو در واقع میگه هر وقت خواستی ببینید که دو تا عدد بر... یه عدد بر یه عدد, بر، یه عدد دیگه بخش پذیر است یا نه ببینید که آیا میتونید به این فرم بنویسیدش یا نه خب پس بیایم اینجا برای اینکه تمرین بکنیم مثلا طبق همین مثالی که زدیم مثلا میتونیم بنویسیم 6 آد میکنه 12 رو ولی میخوایم بنویسیم 5 آد نمیکنه 12 رو وقتی میخوایم بگیم سی اس دیگر آد نمیکنه همون پاره خط رو میذاریم روشیه خط خط میکشه اینم از خب ممکنه الان به نظرتون بیاد که خب این که بدیهی بود دیگه اگه بشه یاد عدد صحیح پیدا کرد که بنویسیم a بکیو b ببخشید ب بر بخش پذیره ولی مثلا این میتونه خیلی موقع خیلی مسئله رو برام حل مثلا من اینجا بهتون میگم که آیا مثال آیا مثلا فرض کن 6 به توان 323 بر 9 بخش پذیر است خب همینجوری ممکنه بگید او مثلا اینکه خیلی مسئله سختیه و این عدد 6 به توان 323 که یه عدد خیلی بزرگی میشه تو ماشین حسابم بزنم احتمالاً تعداد رقماش جا نمیشه جوری من بفهمم بر 9 بخش یا نه برمیگردیم به همین تعریف میبینیم که آیا میتونیم به این فرم بنویسیم 6 به توان 323 و 9 رو یا نه مثلا بیایم شروع بکنیم 6 به توان 323 رو دو تا شیشش رو جدا بکنیم بنویسیم میشه 6 زب در 6 زب در 6 به توان 321 قبول داری این همون در واقع اینا 6 به توان 1 هم دیگه همون 6 به توان 323 هست بعد هر کدوم از این 6 ها رو میتونید بنویسید 2 زب در 3 درسته؟ پس میشه دو زبدر در سه زب در دو زب در سه زب در شیش به تمام سی سد و بیست و حالا این دوتا سه رو میبریم کنار هم میشه نو زب در چهار زب در شیش به تمام سی سد و, و یک حالا میبینید چجوری دقیقا به همین فرمی که آموساوی بیکیو در اومد این آمونه این بیمونه و این مطمئنیم که یه عدد صحیح هستش دیگه چون گفتیم ضرب به عدد صحیح یک عمل بسته است. در نتیجه این هم یه عدد صحیحه و جواب این بله هست دیدین که بدون احتیاج بدون که احتیاج باشه اینو حساب بکنیم دیدیم که چجوری با نوشتن به این فرم فهمیدیم که آب بخش پذیر هست یا نه پس این فرم خیلی کمک میکنه به ما توی این جور مسائل خب از این تعریف تقسیم پذیری بدون اینکه خیلی تلاش خاصی بکنیم میتونیم یه سری نتایج رو خیلی ساده از همین تعریف به دست بیاریم که من اینجا براتون می‌نویسم مثلا نتیجه شماره یکی که از این نتیجه میشه چون این عبارت درسته صفر مساوی صفر ضرب در کیو کیو حالا هر عدد صحیحی باشه این عبارت درسته دیگه صفر مساوی با صفر ضرب در هر چیزی پس چون این تو این فرم صدق میکنه در نتیجه قرارداد هست که عبارت صفر آد میکنه صفر رو برقراره یعنی ما اینو میپذیریم به عنوان از تعریف نتیجه میشه که صفر عاد میکنه صفر رو چون صفر و صفر تو این تو فرم این عبارت صفر میکنه این نتیجه اولمون. نتیجه دوم چی هست نتیجه دوم اینه که چون صفر رو ما میتونیم بنویسیم مثلا زی زب در کیو به ازای هر زی عضو مجموع عدد صحیح درسته ببخشید این کیو رو باید من صفر می نوشم زی مساوی است صفر مساوی است با زی زبدر صفر خب چون به ازای هر عدد صحیحی این عبارت درست هست هر عدد صحیحی زبدر در صفر بشه صفر رو میده دیگه در نتیجه ما میتونیم بنویسیم که هر عدد صحیحی هر چه باشد زی از به مجموع عدد صحیح صفر رو آد میکنه این هم از تعریف نتیجه میشه چون توی این فرم وقتی کیو رو شما صفر بزنید خب صفر هم عدد صحیح هست دیگه اون وقت آ مساوی ب کیو میشه صفر مساوی زی ضرب در صفر این تعریف هم درسته نتیجه سومی که نتیجه اینجا هستش چون که بزایی باز دوباره هر عدد صحیحی در مجموعه عدد صحیح یا زی ما میتونیم بنویسیم که زی مساوی است با زی زب در یک یا زی مساوی است با منهای زی زب در منهای یک در واقع تو این فرم اگه شما کیو رو یک یا منهای یک بذارین همیشه یه عدد صحیح مثل به یافت میشه که اینجا بذارین در نتیجه از این میشه نتیجه گرفت که مثبت و منفی یک هر عدد صحیح در مجموع عدد صحیح رو عاد میکنه اینم باز از این تعریف نتیجه میشه چون اگه شما کیو رو خود زی یا بزنینش منهای زی میشه تو این فرم اینو جا پس این سه تا نتیجه یکی که مستقیما از این تعریف نتیجه میشه یکی اینکه صفر بر صفر بخش پذیر است یکی اینکه هر عدد صحیحی صفر را آد می کند و یکی دیگه اینکه مثبت و منفی یک هر عدده صحیحی را عاد می کند. این سه تا نتیجه بدونه که نیاز به اثبات باشه خیلی بدیهی از تعریفمون به دست اومد. خب. توی جلسه بعدی تقسیم پذیری رو به عنوان یک رابطه بررسی میکنیم و ویژگی های خاصش رو با همدیگه اثبات میکنیم و نتیجه گیری میکنیم. تو کلاس درس بعدی می بینم اتون.